به نام خداوند و عرض سلام به خبرهای ساعت 8 شب آریانا نیوز و آریانا با من احمد زبیر بیبزاده خوش آمدید. امروز شنبه 24 حمل 1398 خورشیدی است که برابر می شود با 13 اپریل 2019 میلادی. در نخست سرخط به تعویق افتادن نشست رهبری شورای مصالحه، هر چوک واردی چی زیاده برخواه لینی، هر چوک واردی چی برا زنده تر رول بود. حمله گروهی طالبان مسلح بر شهر کندوز، مردی که نیروهای امنیتی دارن فعلا همراهی گروهی مخالفین مقاومت کرده رسن گروهی مخالفین و هشدار وزیر مخابرات و تکنولوژی بر فیسبوک. مشروع خبرها. سومین نشست شورای رهبری مصالحه به تعویق افتاد. منابع در داخل و بیرون از حکومت میگویند این نشست به دلیل اختلاف میان رهبری حکومت و سیاسیون روی چگونگی ایجاد هیئت گفتگو کننده صلح و نیز ترکیب هیئتی که به قطر میرود تا زمان نامعلوم به تعویق افتاده است. محمد عمر داودزی سخنگوی شورای رهبری مصالحه میپذیرد که تفاوت دیدگاه روی چندین مورد وجود دارد، اما شمار از آگاهان تاکید دارند که اختلاف بر سر روند صلح به پایان جنگ در کشور کمک نخواهد کرد. خالد نیکزاد گزارش می‌دهد. قرار بود سومین نشست شورای رهبری مصالحه روی ایجاد هیئت گفتگو کننده صلح، صلاحیت های این هیئت، خطوط سرخ حکومت در گفتگوهای صلح و نیز ترکیب هیئتی که به قطر می رود روز شنبه در هر ریاست جمهوری برگزار شود. اما منابع در داخل و بیرون از حکومت با آریانا نیوز می گویند این نشست به دلیل اختلاف میان رهبری حکومت و سیاسون در مورد ایجاد هیئت گفتگو کننده صلح و نیز ترکیب هیئتی که به قطر می رود تا زمان نامعلوم به تعویق افتاده است. در نظر اختلاف به پدی که وی اوشتره چه ولسواکی هم در یو خرخ ده چه هر چو غواری چه زیاده برخواه لری، هر چو غواری چه برا زنده تر رول لری. در این میان حفظ نظام جمهوری اسلامی، برگزاری انتخابات، حقوق زنان، آزادی بیان و تجبس سرتاسری از خطوط سرخ حکومت در مذاکرات صلح بیان شده است. مفاهمه بین الافغانی و تا که این مفاهمه بین الافغانی صورت نگیره شاید دور ششم مذاکرات امریکا و طالبان شروع نشه. با این همه گزارش ها می رساند که در پی اختلاف ها روی چگونگی ایجاد هیئت گفتگو کننده صلح و نیز ترکیب هیئتی که به قطر می رود آمد کرزی رئیس جمهور پیشین صبح روز شنبه میزبان شماری از سیاسون در منزلش بود. اختلافات در آوردن صلح در افغانستان باعث مشکلات فراوان بر مردم افغانستان، ادامه جنگ، خونریزی و بالاخره تباهی مردم افغانستان است. بنان سلیقه های شخصی، گروهی، تنظیمی و این مسائل باید در مذاکرات دخیل نشه به خاطر منافع ملی. در همین حال آگاهان پیامد اختلاف در روند صلح میان حکومت و سیاسون را خطرساز می دانند. من باور دارم که هر قدر نفاق و شقاق داخلی بین نظام اوج می گیره به اون اندازه فایدهش دشمنان مردم افغانستان می بره و ضررش مردمی مظلوم افغانستان. این در حالی است که در پی تلاش‌های جهانی و گزینه‌ها برای رسیدن به صلح در کشور از سوی حکومت، نبرد در بخش‌های از کشور نیز افزایش یافته است. طالبان مسلح بر نکوهش عملیات بهاریشان زیر نام الفتح از سوی زلمه خلیلزاد و اسکات میلر واکنش نشان دادند. این گروه در اعلامیه گفتند که این نکوهش از سوی خلیلزاد و میلر درست نیست و آنان در پنج مرحله نشست در قطر بارها خواستند تا عملیات های شبانه و بمباری توقف یابد. حمله گروهی طالبان بر شهر کندوز عقب زده شد. مسئولان میگویند این گروه به هدف سقوط شهر کندوز حمله تهاجمی را از مناطق شینوار، زرخرید، سست فامیلی و چرخاب ساعت 2 بامداد روز شنبه آغاز کردند تا پیش از چاشت ادامه داشت و طالبان با دادن تلفات سنگین عقب نشینی کردند. اما باشندگان و شورای ولایتی نگران وضعیتند و میگویند در این نبردها بزرگراه تخار کندوز بسته شده و نیز این گروه تا نزدیکی شهر خود را
رسانده است. به گفته رئیس بیمارستان کندوز، در این نبردها 6 جسد و 39 زخمی که شامل کودکان و زنان از بشفخانه انتقال یافته است. طالبان مسلح در عملیات الفت پس از ولسوالی چهاردره بالای شهر کندوز حمله گروهی نمودند. مسئولان پلیس میگویند این گروه ساعت 2 بامداد حملات تهاجمیشان را بالای پازگاه های شینواری، زرخرید، 300 فامیلی و چرخاب را اندازی نمودند که پس از مقاومت نیروهای امنیتی و با دادن تلفات سنگین حمله آنان عقب زده شد. با گفته سخنگوی پلیس، هدف از حمله این گروه سقوط شهر کندوز بوده است. ولسوالی گلتپه طرف 300 فامیلی میگه در اینجا قرار داریم. نیروهای امنیتی عملاً همراه گروه مخالفین در جدان نبرد هستند که با مدنت و پایمردی که نیروهای امنیتی دارن فعلا همراه گروه مخالفین مقاومت کرده رسند. گروه مخالفین همراه نیروهای امنیتی در نبرد هستند. دشمنان مردم افغانستان یک بار دیگه خواست کارامش مردم شریف و نجیب ولایت قندوز بند رحم بزنه. قراره که شما از نزدیک ملاحظه میکنید نیروهای امنیتی شما با دشمنان مردم افغانستان ضربات سخت وارد کرده. شورای ولایتی میگوید در حمله طالبان چندین پازگاه برای طالبان سقوط کرده و این گروه تا فاصله های نزدیک شهر رسیدند. او میگوید وضعیت نگران کننده است و اگر مناطقی که از سوی طالبان تصرف شده دوباره آزاد نشود، در این ولایت فاجعه صورت خواهد گرفت. در این مورد توجه جدی نشه و تا شام امروز اگر ساحات تسخیر شده از طرف طالبان پس گرفته نشود توسط نیروهای امنیتی، ما فکر میکنیم که یک فاجعه بزرگ سالهای گذشته اینجا تکرار میشه و تلافی ازی هم خیلی مشکل. باشندگان میگویند این نبردها شب خواب را از چشمانشان را بود و درگیری تا ساعت 11 پیش از چاشت ادامه داشت. به گفته آلان، طالبان برای مدت کنترل چندین پازگار به دست داشتند و احتمالاً تمام تجهیزات را به خود انتقال دادند. آن خورد تا بال جنبی از اینجا از همین نمیجا بودن، از اینجا پیش نقل پیش رفتن. حالت خراب است، حالت اینجا بساز زیاد خراب است. یک همسایه ما پلیس است، اینه پیشتر آوردن زخمی شده بود. چرخه و بنده آپلودینو که خود شاخ و منطقه که جنگ شروع سویده نومنگ دولت نده خواسته چه رو را چه صلح و که یا همدردی و که مونگ سره. مسئولان بیمارستان میگویند تا ساعت 8 پیش از 4:39 زخمی شامل نظامیان و افراد ملکی و 6 جسد به شفاخانه انتقال یافته است. در کنار آن مسیر ولسوالی چهاردره و بزرگراه کندستخار هنوز هم به دلیل حضور طالبان بسته است و مردم هشدار میدهند که اگر جنگ مدیریت نشود احتمالاً بار دیگر شهر کندست به دست طالبان سقوط کند. حمله طالبان برای سقوط ولسوالی شیرزاد ننگرهار با شکست مواجه شد. مسئولان محلی میگویند در دو انفجار موتر بمبگذاری شده ساختمان این ولسوالی تخریب شده است. گفته می شود در این رویداد دو سرباز جان باخته و بیش از 20 تن دیگر زخم برداشته. مسئولان ادعا دارند که در این حمله 27 طالب مسلح را از پا در آوردند. شیرزاد ولسوالی ننگرهار است که تنها مرکز آن در اداره حکومت است. جمعه شب طالبان مسلح به هدف سقوط این ولسوالی نخست دو انفجار موتر بم بر ساختمان ولسوالی انجام دادند و سپس به درگیری پرداختند. این حمله 5 ساعت دوام داشت. تیر شپه شیرزاد ولسوالی مقام ته سیرمه وسلوالو طالبانو دو ځانمرګي موټر بم چاودنی ترسره کړي. لاغه وروسته په سیمه کې جګړه رامنځته شوه. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار میگوید در این نبرد دو سرباز افغان کشته شدند و 8 تن دیگر زخمی شدند. وی میافزاید که در این حمله 27 طالب کشته شدند و 23 طالب دیگر زخم برداشتند. د جګړې په پایله کې د امنیتي ځواکونو په ځوابیه بریدونو کې وبش وسلوال طالبان وبجل شول او 22 نور ټپیان شول. متاسفانه په دې پیښه کې دوه امنیتي ځواکونه شهیدان شول او 8 نور ټپیان دي چې د دوه حالت نازک دی. برای کمک به شیرزاد نیروهای تازه نفس اعزام شده. یک منبع امنیتی میگوید در این حمله 3 سرباز کشته شدند و بیش از 20 تن دیگر زخم برداشتند. باشندگان شیرزاد میگویند این حمله به مردم آسیب های مالی نیز وارد کرده است. جنگ بگر دول اشکا شده و اوست بیچ ده چه مونگا گرباوی سیمی تر ورز دلو دورا پوارا لمخبور تلالا مصد مختلط تنی را بلاغا چه ده وچه زنگو ده خراپا دلو مصد حکومت پر ده خانه گیر اگر غل ده مالا تر دو یو زخمین شتا تو دو نمی رنزی رپا دیر زیر ده و تاوان و دیر زیر وقتی ده ام ملکی تن به دولت نما وقتی و طالبان تر ما وقتی. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را بر دوش گرفته و ادعا دارند که به نیروهای امنیتی تلفات سنگین وارد کردند. اما این ادعا از سوی مسئولان محلی رد شده است.
گرچه در این ولسوالی شبکه های مخابراتی کار نمی کند، به دست آوردن اطلاعات دقیق مشکل است. اما گفته می شود که هنوز هم تهدیدهای جنگ به صورت کامل رفع نشده است. اجمل فائز، سرپرست فرماندهی پلیس بلخ، تاکید می کند مقام های محلی این ولایت از دادن سفارش هایی که سبب اخلال امنیت می شود خودداری کنند. او تعهد می سپارد که جلو فعالیت افراد شورشگر، مافیای مواد مخدر و مسلح های غیر مسئول را خواهد گرفت. پیش از این اجمل فائز فرمانده قطعه محافظت قرارگاه وزارت امور داخله بود و به جای عبدالرقیب مبارز به کار گماشته شده است. وحیده فیضی گزارش می دهد. اجمل فائز به حیث سرپرست فرماندهی امنی بلخ به جای عبدالرقیب مبارز از سوی وزارت امور داخله معرفی شد. محترم سمونوال محمد اجمل فائز، فرزند غلام نقشبند، قماندان قطعه امنیتی قرارگاه وزارت امور داخله، به عوض محترم سمونوال عبدالرقیب، فرزند سید عالم، از امورات قماندانی امنی ولایت بلخ مسئولانه سرپرستی نماید. آقای فائز در سخنانش از مقام‌های محلی بلخ می‌خواهد از سفارش‌هایی که امنیت را برهم می‌زند دست بردارند. او هشدار می‌دهد که از این پس افراد شورشگر، مافیای مواد مخدر، مسلح‌های غیر مسئول و هراس‌افکنان طالب در بلخ جای پای نخواهند داشت. از نمایندگان با شرافت و با عزت بلخ در شورای ملی و شورای ولایتی جدا خواستار همکاری سازنده، اثرگذار و سودمندشان هستم. و اما لطفاً از سفارش هایی که سبب اخلال امنیت می شود خودداری نمایم. در همین حال والی بلخ تاکید دارد که آقای فائز در مقابل اشخاصی که امنیت شهر و ولسوالی های بلخ را برهم می زنند قاطعانه استادگی کند. در برابر قاتلای متکرر، دزدای عرفوی، سارقین، اختطافچی ها و بقیه کسایی که به نوعی از آنها میخواهی که اوضای امنیتی شهر مزار شریف و همچنان ولسوالی ها را اخلال بکنند، مردانه بیست، ما قاطعانه حمایتت میکنم. آرزو داریم که شما در راه قانون مداری و تطبیق قانون و مبارزه با فساد و مسائل دیگه که هست قاطعانه استفاده شوید و ما تا آن زمان شما را البته حمایت خواهد کردیم. اجمل فائز پیش از این فرمانده قطعه محافظ قرارگاه وزارت امور داخله بود. او دوره مستری نظامی را در کشور ترکیه به پایان رسانده است. فرمانده پیشین بلخ عبدالرقیب مبارز تنها 30 روز در بلخ ایفای وظیفه نمود. مقرری مبارز با درگیری مسلحانه در فرماندهی پلیس بلخ و مخالفت های همراه بود. با این حال باشندگان بلخ از کارکرد یک ماهی وی روزی به نظر می رسند. وزیر مخابرات به صفحه اجتماعی فیسبوک هشدار داده که اگر فعالیت خود را مطابق راهکار افغانستان نسازد تا 6 ماه آینده بسته خواهد شد. وزیر مخابرات همچنان به مسئولان و کارمندان اداره اطرا 1 ماه ضرب العجل تعیین کرده اگر به تعهداتشان برای رسیدگی به مشکلات مشترکان شبکه های مخابراتی عمل نکنند این نهاد را باید ترک کنند. هشدار وزیر مخابرات به صفحه اجتماعی فیسبوک. شهزاد آریوبی وزیر مخابرات به فیسبوک هشدار داده که اگر فعالیت این صفحه مطابق پالیسی های افغانستان نباشد، فعالیتش در این کشور پس از 6 ماه بسته می شود. دوی تا باید اختار ورکو چه طول در افغانستان قوانین تا باید دوی درانوهای وکی سافت او رجرششان باید اسناد و پغبنده وشی یوازی نه چر سر جگیگی و اکاونت جوڑوی بی معلوم نده شخصی معلوم نده دی چاده. اخیراً کمپاین در صفحات اجتماعی برای بهتر شدن خدمات مخابراتی برا افتیده بود که در پیوند به آن اداره اطرا به عملی کردن 20 مورد تعهد کرد. گفته می شود این تعهد تا به حال عملی نشده است. وزیر مخابرات به مسئولان و کارمندان ریاست اطرا هشدار می دهد که این تعهد را عملی کنند. اطرا تمونگی جازا ورکوو چی دی تعمیر سخب پیامش که دیووزی یو زان تا دی تعمیر ادرس پیدا که چی اطرا ادرس پیدا شی. زکه تو سپوری اترام کار نکوی وزارت پکی بدنام ده.
اما اداره اترا تاکید دارد که به بیشترین تعهداتش عمل کرده است. هر شل مورد چې په بورد تصمیم نیولی و او یادواری سوی و پاگو که اکثر باندې کار شروع سوی ده یا بعضی نیایی سوی دی تطبیق کری دی او بعضی وست کار جریان لری. انتقادها از اداره اترا این است که به شکل درست نتوانسته به مشکلاتی که مشترکان استفاده از شبکه‌های مخابراتی با آن روبرو اند رسیدگی نماید. اکنون فشرده چند خبر از جهان. کیم جونگ اون رهبر کره‌ای شمالی گفته است اگر آمریکا رفتار درست پیشه کند حاضر است برای بار سوم با دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده دیدار کند. برخی رسانه‌های کره‌ای شمالی این خبر را نشر کردند. کیم جونگ اون در سخنان خود از آقای ترامپ خواسته است به دنبال توافق عادلانه و قابل قبول برای دو کشور باشد. او افزود که نشست هانوی این یک شک قوی را در او ایجاد کرده که ایالات آمریکا واقعا خواهان بهبود روابط با کره شمالی است. رهبر کره شمالی گفته است تا پایان سال به آمریکا برای گرفتن تصمیم شجاعانه فرصت می‌دهد. رهبر آمریکا و کره شمالی سال پیش برای نخستین بار در سنگاپور دیدار کرد. ملاقات این دو در ماه فوریه امسال در هانوی ویتنام به دنبال اختلاف نظر بر سر خلع سلاح اتمی نتیجه در پی نداشت. ده‌ها هزار تن بار دیگر در پایتخت الجزایر مظاهره کردند. مظاهره کنندگان می‌خواهند که همکار نزدیک عبدالعزیز بوتیفلیقه رهبر برکنار شده این کشور از مقام‌هایشان کنار بروند. گزارش‌ها حاکی از آن است که در پایان این تظاهرات بین پلیس و مظاهره کنندگان برخورد صورت گرفت. دیروز هشتمین جمعه بود که ده‌ها هزار نفر در پایتخت الجزایر شهر الجزیره جمع شدند. بوتیفلیقه رهبر 82 ساله الجزایر در نتیجه فشارهای مردم روز 2 اپریل از کار کنار رفت. اما مظاهره کنندگان می‌خواهند کسانی که در اطراف بوتیفلیقه در مستندها نشسته بودند و اکنون به کار خود دوام می‌دهند نیز برکنار شوند و سیستم اساسی این کشور تغییر کند. دوباره خوش آمدید. مسئولان ریاست حوزه فرعی دریایی سرپل از آغاز کار 4 پروژه تحکیمات سواحل دریا خبر داده میگویند با تکمیل این پروژه ها بیش از 500 منزل مسکونی و هزاران جریب زمین زراعتی از خطر سیلاب ها و آبخیزی های فصلی محافظت می شوند. به گفته مسئولان با تطبیق این پروژه ها زمینه کار برای 200 تن از باشندگان محل برای بیش از یک ماه فراهم خواهد شد. رئیس حوزه فرعی دریایی سرپل از آغاز کار تحکیم سواحل در روستاهای بیسود، هوراز، قراغو و ازبکیه مرکز این ولایت خبر می دهد. او می گوید با تکمیل کار این پروژه ها بیش از 500 منزل مسکونی، 10 بند آبگردان و کانال آب و هزاران جریب زمین زراعتی از خطر سیلاب ها و آبخیزی های موسمی حفاظت خواهد شد. سال 97 در مرحله اول تحکیمات سواحل دریاها 4 پروژه ما قبول شد که الحمدلله ما تانستیم که پروسه تدارکاتش را تکمیل بکنیم و عملا گبیونایی که شما در بیرون مشاهده کردین در حدود 2770 بکس گبیون هست که در 4 ساحه تطبیق خواهد شد. با گفته مسئولان این پروژه ها با هزینه بیش از 16 میلیون افغانی از بودجه انکشافی وزارت انرژی و آب تطبیق می گردد که جهت اجرای این پروژه ها 200 باشنده محل به کار گماشته می شوند. بهترون بگم که مقدار پولی که مشخصاً انتقال میکنن به خاطر کارگر و تطبیق پروژه که مربوط شورای مربوطه میشن در حدود 7 میلیون بیشتر از 7 میلیون است و مقدار گبیون هر بکس گبیون بر قیمت 46 دلار به اینجا به ما میرسه. یعنی شما فکر کنید 2770 بکس گبیون ضرب 46 دلار. با این حال اعضای شورای ولایتی و فعالان مدنی سرپل آغاز کار این پروژه ها را به فال نیک گرفته از حکومت خواستار تطبیق پروژه های بیشتر در این ولایتند. افزایش برنامه بازسازی انکشافی طبعا باعث خوشبینی هست. گرچه مشکلات مهمترین چیزش ناامنی هست ولی باز هم انجام یک چنین پروژه هایی باعث میشه که تا حد امیدواری پیدا شود که
حداقل مردم بتونن به خدمات ابتدایی دست. چند قبل نیز ریاست حوزه فرعی دریایی سرپل کار هفت پروژه عامل منفعه را در مرکز و ولسوالی های سوزمه قلعه و بلخا به این ولایت آغاز کرد. اکنون بهای ارزها. یک دلار آمریکایی 77 افغانی و 90 پول، یک یورو 87 افغانی و 15 پول، یک درهم امارات 20 افغانی و 95 پول، 1000 تومان ایران 5 افغانی و 60 پول، 1000 روپیه پاکستانی 533 افغانی و 1000 روپیه هندی 1100 افغانی. اکنون وضعیت هوا. کابل احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 9. هرات بارندگی، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 13. مزار شریف نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 18. جلال آباد نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 17. کندهار بارندگی، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 15. و سرانجام غزنی نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 8 پیش بینی شده است. سپاسگزارم از همراهیتان به خبرهای این ساعت آریانا.